Now I can see the audience, but still too much for my eyes. Thank you. صبح همگی شما بخیر دوستان عزیز. امروز صبح برای صحبت مختصری در مورد استقامت سازنده مقدمتاً باید عرض بکنم که بنابر اعتقادات بهائی مقصود کلی از ارسال هر یک از پیامبران الهی ظهور تغییر و تحولاتی اساسی در ارکان عالم وجود است. تحولاتی باطنی، ظاهری، پنهانی و آشکار در جمیع جوانب زندگی. یکی از این اثرات پنهانی، حالا این طول نخواهد کشید، میخوام بگم وصلش بکنم به مسئله استقامت سازنده. یکی از این اثرات پنهانی ظهور پیامبر این است که یک سری قوای روحانی منبعث از این ظهور در عالم ظاهر میشه که امکان انجام اقدامات و به وجود آوردن تغییراتی رو به وجود میاره که سابقا امکان نداشت. و برای اینکه اینو خوب درک بکنیم میشه مقایسش کرد با آمدن فصل بهار. با آمدن فصل بهار همه چیز یه نیروی جدیدی میگیرن. رشد جدید، امکان کشت و کار جدید به وجود میاد. همون اقداماتی رو که ما در فصل بهار میکنیم اگر در زمستان بکنیم حاصلی به دست نمیاد، ولی در بهار به وجود میاد. یه مقدار اصلیش این اثر قوایی است که اون بهار، فصل بهار به وجود میاره. این یکی از اثرات ظهوری پیغمبر است. حضرت بهاءالله به گفته خود حضرت بهاءالله مراد از ظهور حضرت بهاءالله دو چیز است. یکی میفرمایند رهایی افراد از ظلم تعصبات و خرافات و آگاهی آنها به مقام بلند انسان، و دومی توانمندی فردی و جمعی نوع بشر برای تأسیس یگانگی نوع انسان و استقرار وحدت عالم انسانی. این دو تا هدف، یا هدف دوگانه یا دو هدفی است که حضرت بهاءالله از ظهور خودشون می‌فرمایند. و می‌فرمایند برای تحقق این اهداف قوای روحانی لازم، وسائل و ابزار لازم هم در اختیار بشریت گذاشته شده و وعده فتح نهایی رو هم عنایت فرمودند. از جمله مثلا از جمله وسائل و ابزار لازم، یکیش که البته تعالیم الهی هست که به عقاید اهل بها، بهایی ها، این یکی از کارهایی که این کلمات الهی میکنه، قادر میکنه انسان رو که اراده برای انجام و پیگیری و فداکاری در راه این هدف متعالی ولی طویل المدت رو در انسان به وجود بیاره. اینا رو از این نظر عرض میکنم که ببینید همه چیز هم با وسائل فیزیکالی قابل به اصطلاح سنجش نیست. و این تعالیم هم به عنوان چهارچوب عمل با آزادی بسیار زیاد، ولی در یه چهارچوب عمل یه بینشی به اون افراد میده که بتونن با این بینش حرکت بکنن. علاوه بر این تعالیم، روش‌ها، مفاهیمی هم هستند برای طرز انجام کار که این مفاهیم و این روش‌ها انسجامی خاصی دارند با اون هدف اصلی. بنابراین تحقق این اهداف رو یا حصول به این به اصطلاح اهداف رو قطعی میکنه. که ما البته فرصت این رو هم نداریم که حتی لیست این مفاهیم و روش ها و تعالیم رو هم ببریم. بنده هم خیالی ندارم این کار رو بکنم.
ولی یکی از این مفاهیم یا دو تا از این مفاهیم این هست که اول می‌فرمایند تغییر و تحول، علل خصوص تغییر و تحول اجتماعی، یک فرایند زنده و ارگانیک است که باید برای اینکه پایدار و دائمی باشه باید به یک حالت منسجم پیش بیاد. Organic development به انگلیسی هست. این دوباره فرصت صحبت اینجا رو نداریم، ولی درک این مسئله خیلی مهم است که یعنی چی ارگانیک. یکی از خواصش دوستان عزیز این است که مثلا شما اگر یک گیاهی رو که خیلی دوست دارید و میدونید محصول خوبی داره بکارید، باید بدونید که برای موفقیت ایام برداشت و که محصول رو بخواییم برداریم، البته باید زحمت کشید، باید آب داد، کود داد، همه اینها، ولی سرعت این رشد هم خیلی دست ما نیست، برای اینکه یه مقدار هم ژنتیک این محصول کمک میکنه، تصمیم میگیره که این چطور باید رشد بکنه. بنابراین توسعه و پیشرفت و ترقی ارگانیک یا زنده و منسجم یک سری هم خواص خودش رو داره. ولی مفهوم دیگری که به صحبت امروز ما ارتباط مستقیم داره این است که هدف وسیله رو توجیه نمی کنه. یعنی به این معنی که برای نیل حتی به متعالی ترین هدف ها هم نمی شود از روش های استفاده کرد که با ماهیت اون هدف متغایر است. مثلا برای برقراری صلح پایدار نمیشه جنگید. برای حصول به یگانگی واقعی بین مردم نمیشود از روش های تفرقه انگیز و نفاق افزا و همراه با هیاهو و همراه با کوچکتر کردن دیگران پیش رفت. معالا به نتیجه نمیرسه. پس بنابراین بر اساس این صحبت ها و این مفاهیم صحبت این است که با وجودی که هدف دیانت بهائی ایجاد الفت و محبت و شفقت و برادری در بین همه مردم و کمک به استقرار یگانگی نوع انسان و تأسیس صلح عمومی در دنیا است که همه میدونیم، سؤالی که این پیش میاره این است که عکس العمل بهائیان در مقابل خشونت، ظلم و ستم، جور و عدوان، دشمنی و بی‌عدالتی چیست و چه باید باشد؟ این سوال است. سوال مهمی هم هست برای این که بهایی‌ها از روز اول ظهور حضرت باب و حضرت بهاءالله در ایران، همونطور که می‌دانید چه در دوران قاجار، چه در دوران پهلوی و چه در بعد از انقلاب اسلامی به درجات مختلف تحت مشقات و ظلم‌های مختلف بودند. بنابراین به اصطلاح روش بهائی‌ها در مقابل با این چیست؟ روش مواجهه با ظلم و ستم از طرف بهائی‌ها رو در ایران رو به اتحاد لازم به اسم استقامت سازنده یا constructive resilience اسم میبرند. و یه توضیح مختصر برای این، چون این اصطلاح یه مفهوم خاصی داره و من اینجا با کمال خوشحالی البته، ولی اون چرا که عرض میکنم درک شخصی من از مفهوم این اصطلاحی است که به تو لازم به کار بردم. کلمه resilience یا استقامت، میدونید این کلمات در زبان‌های مختلف هم معانیش exactly شبیه هم نیست، ولی در حال رزیلینس یا استقامت رو اگه به لغتنامه ها مراجعه کنید، صحبت از بهبود یافتن، ترمیم یافتن و قابلیت ایستادگی در تحمل ناملایمات هست. در اصطلاحات روانشناسی بهش به انعطاف پذیری، برگشت پذیری و یک فرایند یا پروسه تطبیق
در مواجهه با بدبختی ها و مشکلات هست. و میدونیم که البته بهایی ها تنها قربانیان ظلم و ستم در ایران نیستن. تعداد قربانی ها میلیون هاست و در همه جای دنیا. و افراد مختلف عکس العمل های مختلف در مقابل ظلم و ستم و بی‌عدالتی نشون میدن. و طیف این رو لیستش خیلی زیاده. میشود گفت که از فرض کنید که تسلیم شدن به خواسته های ظالم شروع میشه، قبول بر اجبار شرایط سخت هست، استمرار در اعتراض کردن هست، مقاومت هست، مقابله و رویارویی با ظالمان هست و حتی در مواردی تمسک به ظلم، به خشونت و زور و مثلا حتی اسلحه هم هست. اینا طیف وسیعی است از طرز عکس العمل. و این قربانی ها البته عرض کنم که با هر عکس العملی هم که نشون میدن تعداد زیادی هست که با روش های مختلف به نتایج خوبی هم رسیدند. بنابراین صحبت در مورد استقامت سازنده انتقادی از هیچ روش دیگری نیست. ولی هستند در بین این، اگر شما این رو تجزیه تحلیل بکنید میبینید که موفقیت ها زیاد هست، ولی یک نوع الگو هم هست که مقابله با ظلم ادامه پیدا میکنه به روش های مختلف، ولی در مواردی هم به جایی میرسه که اون شخصی که الان مورد ظلم و ستم قرار گرفته و با ظالم داره میجنگه به روش مختلف، وقتی نوبت خودش رسید همون افکار رو و همون اعمال رو به یه اسم دیگه تکرار میکنه. یعنی این وقتی تبدیل میشه به یه نوع قدرت طلبی، این باعث میشه که یک به اصطلاح این باعث امتداد و استمرار بی‌عدالتی میشه و عناوین مختلف. بنابراین نظر دیانت بهایی این هست که جامعه انسانی باید یاد بگیره مقابله صلح‌آمیز با ظلم و ستم به نحوی که یک روزی این ریشه‌کن بشه از بین بشر چی هست. استقامت سازنده نه به مفهوم تسلیم شدن در مقابل ظالم هست، نه حتی قبول منفعلانه بی‌عدالتی هست، و نه توکل مرموز و به یک قدرت مرموز پنهانی خدایی جدا از اقدامات عدالت‌خواهی ما در روی کره زمین است. استقامت سازنده بهایی اگر بخوایم مختصرا تعریفش بکنیم، رویه است که با احتراز از های و هوی، همونطور که عرض کردم، دور از دشمنی و نزاع و جدال و بدون خشونت و زور و بدون توهین به هیچ کس، حتی به ظالم، ولی در کمال جدیت و پویایی به یه نوع فعالیت های جامعه سازی مشغول میشه جامعه. یه نوع الگویی از جامعه که اعتقاد ماست و برای اون داریم مورد ظلم و ستم قرار میگیریم، به جدیت خودمون برای تأسیس اون جامعه میافزاییم. یعنی سعی میکنیم نظریات خودمون رو با افراد در میان بذاریم، در تعاملات اجتماعی خودمون تا میتونیم و قدرتش رو داریم این اصولی رو که بهش معتقدیم به اصطلاح منعکس بکنیم. ولی همزمان با این فعالیت‌های جامعه سازی هم از کلیه مجراهای قانونی موجود که بهش دسترسی داریم برای عدالت خواهی اقدام میکنیم. یعنی این منفعلانه ما این کار رو نمیکنیم. ما از یک طرف همونطور که عرض کردم، اینو تکرار میکنم که دو
به اصطلاح مسیر اصلی داره. یکی به تأسیس اون چی که ما بهش اعتقاد داریم و برایش مورد ظلم و ستم قرار میگیریم، برای که یه مجموعه اعتقادات است، به تأسیس اون، در تأسیس اون به اصطلاح اقدام جدیتر و بیشتر میکنیم. از یک طرف به دنبال عدالت خواهی هم هست، ولی در حین عدالت خواهی هیچ وقت این اساس اصول خودمون رو فراموش نمی کنیم. یعنی مثلا برای عدالت خواهیمون اگر ببینیم یک راهی که توش نفاق انگیزی میشه، تفرق انگیزی میشه و ما رو به هدفمون میرسونه، ازش پرهیز میکنیم، به جاش صبر و حوصله میکنیم تا زمانی که از طریق به اصطلاح روش هایی که بر اساس اعتقادات خودمون هست بهش برسیم. و همینطور که عرض کردم، این رو با یک روحیه یادگیری انجام میدیم، برای که معتقدیم که معالا نوع بشر باید یاد بگیره راه صلح‌آمیز برای مقابله با ظلم و ستم. بنابراین مثلا در این عدالت خواهیمون یک سری اصول هست که اساسی است. ما هیچ وقت اجازه هیچ نوع مصالحه و کامپرومایز، مصالحه درسته، کامپرومایز بله، من این رو میدونم، ولی هیچ وقت به دل خودم نمیچسبه که این مصالحه اون کامپرومایز رو میزونه. ولی ببخشید اصطلاح خیلی عامیانش گاوبندی است میگن، یعنی ولی نمیخواستم استفاده بکنم، استفاده هم نکردم. اصول اساسی خودمون رو حفظ میکنیم. همه شما میدونید که اگر هزاران هزار بهائی حاضر بودن حتی به دروغ یک کلمه بگن من بهائی نیستم، از بسیاری از مشکلاتشون از بین میرم، ولی این کار رو نکردن. ولی وقتی دولت ایران میاد، دولت جمهوری اسلامی میاد و میگه شما حق تشکیلات ندارید، این یه مسئله اداری هست، مسئله ثانوی هست و احباء و بهائی ها بلدن امور اجتماعی و روحانی خودشون یه جور دیگه ارگانایز بکنن، میگن بسیار خوب، که همکاری و حسن نیت خودش رو هم نشون بدن. و همینطور که عرض کردم، این تأکید بر استقامت سازنده، خدای نکرده نباید به این توجیه بشه که ما هدف کم اهمیت دادن یا کم اهمیت جلوه دادن کار کسانی که از روش‌های دیگه برای عدالت اجتماعی کار میکنن نیست. ولی تأکید بر این هست که جامعه بهائی روش خودش رو داره، اصول خودش رو داره و نمیتونه به چند روش در آن واحد کار بکنه. و تقاضای جامعه بهائی از بقیه فعالان اجتماعی این است که ما در حینی که باید راه‌های همکاری بیشتر رو پیدا بکنیم، باید به جامعه بهائی هم این اجازه رو داد. و این همونطور که واقعا جامعه بهائی باید یاد بگیره و میکنه، یادم میگیره که احترام به روش‌های دیگه بذاره، بقیه هم این احترام رو داشته باشن و این اجازه رو بدن که ببینن این حالا لازم هم نیست قبول داشته باشیم که این روش خوبی است، ولی باید گفت حالا بذار ببینیم اینا چیکار میکنن، بذارید اینا هم بالاخره یه روش که بشه دامنه فعالیت ها رو بیشتر کرد. یکی از این به تجربه جامعه بهائی در 170 سال گذشته این است که این استقامت سازنده یه فرایندی رو به وجود میاره که شما حتی در مواردی که بدترین شرایط، بدترین ظلم ها داره بر اتفاق میفته براتون، در حالی که تمام وجودتون، تمام جامعتون بسیج هست که جلو اینها رو بگیره، بهش منفی هم نگاه، یعنی جنبه مثبت این رو هم میبینید و جنبه مثبتش این است که الان این باعث میشه که تعداد بیشتری از مردم دنیا
به فکر بیفتن که چطور ما میتونیم دنیای بهتری با هم بسازیم. بنابراین درسته که میخواید تا با سرعت هرچی بیشتر این بدارتی رو تموم کنید، ولی میبینید که این هم یه فرصتی به وجود آورده برای همکاری بیشتر. به این خاطر و دلایل بیشتر که خیلی میشه دربارش صحبت کرد، این روحیه استقامت سازنده هم در آن واحد در این حال که شما میگم جنبه های منفیش رو میخواید جلوش رو بگیرید، چون جنبه های مثبت درش میبینید، باعث میشه که انسان رو به اصطلاح باعث یه نوع رشد روحانی انسان بشه و شاید از همه مهمتر باعث میشه که به شما اجازه میده که احساسات منفی، خدای نکرده که کینه که ابدا، هیچ نوع دشمنی و بغضی هم و عداوتی و یا حتی فکر انتقام از اون کسی رو که به شما ظلم میکنه به قلب خودتون راه ندید. و شما میبینید تاریخ بهایی، داستانهایی که امروزه در جراید نوشته میشه، پر از این مسائل هست که بهایی ها حتی در تحت بدترین شکنجه ها در تهران، در زندان های ایران، چطور با این به اصطلاح بازجوها و این افرادی که چقدر اینها رو اذیت میکنن با محبت رفتار میکنن. استقامت سازنده یکی از به اصطلاح مستلزماتش این است که انسان یه روحیه توأم با رضایت از آنچه پیش میاد داشته باشه، ولی در این حال مصمم به تلاش جدی برای رفعش هم باشه. و اینها زمانی پیش میاد که انسان یه اعتقاد راسخ به مسیری که برای خدمت به نوع بشر گرفته داشته باشه. من اگر تصمیم شخصی خودم هست، بعد از مطالعه، بعد از همه جور تأمل و تعمق و تأمل تصمیم گرفتم زندگی داشته باشم که خدمت به نوع بشر و ایجاد صلح و یگانگی هدف اصلیش هست، البته که باید بدونم که در این راه مشکلاتی هم خواهد بود. بنابراین قبول میکنم که روش مقابله من با ظلم و ستم هیچ وقت با ایجاد صلح و یگانگی مغایرتی نخواهد داشت. مثلا یه نمونه از این هست که احبای ایران، بهایان ایران، برای ظلم و ستم خود که بهشون وارد میشه در 40 سال گذشته به ادارات دولتی شکایت میکنن. خیلی از همکارانشون، دوستانشون میگن آخر بابا این دولته که این کارا رو به شما میکنه، شما چطور به دولت شکایت میکنید؟ صحبت احبای، جوابی که بهایی ها میدن این است که ما به این دلیل شکایت میکنیم که در جزوی از اعتقادات ما وجود نهادی به اسم دولت که مسئولیت تأمین رفاه و آسایش و عدالت اجتماعی رو در جامعه داره معتقدیم و ما به اون نهاد احترام میذاریم. اگر نهاد کار خودش رو فعلا انجام نمیده، با مراجعه بهش و با صحبت بهش ما کمک میکنیم که یاد بگیرن. یکی از احبا چند وقت پیش، یه ماه پیش برای من تعریف میکردن، میگفتن که مغازه من الان 3 ساله که در ایران بسته شده و من از خونه کار میکنم. گفتن صاحب این مغازه، چون مغازه مال خودشون نیست و من کرایه میدم، کرایه ماهانه میدم، صاحب این مغازه آمده گفته که تو اگر بعد 3 سال میبینی که این دولت ول نمیکنه، چرا هی کرایه میدی به من؟ بیا قرارداد رو بس کنیم که لااقل من خجالت نکشم. واقعا من از تعجب از سوالی، جوابی که ایشون داده بودن خیلی تعجب کردم. گفتن من بلافاصله بهش گفتم اگر من به شما دیگه کرایه ندم، معنیش این است که من قبول کردم این ظلم و ستم رو
ولی من کرایه رو به شما میدم و ولی به دنبال اینم هستم که این پلمپ مغازم رو بشکنم. چرا؟ برای که من برای مغازه خودم نمی جنگم. من برای تأسیس اجتماعی می جنگم که درش این کارها نشه انجام بشه. الان فرصت نداریم دوستان عزیز که به تمام جوانب زندگی احباب در ایران صحبت بکنیم، ولی هر جنبه ایش رو که شما در نظر بگیرید نشانه های این استقامت سازنده درش پیداست و شاید بارزترینش این تأسیس مؤسسه علمی آزاد باشه. شما میدونید که در 1979 که انقلاب اسلامی وجود آمد، خیلی زود روشن شد که بهایی ها جوانان هزاران هزار جوان بهایی ایرانی رو از رفتن به دانشگاه محروم شدن، اساتید اخراج شدن. ولی ببینید، نمیدونم این قسمتش همه میدونن، ولی اون چی که شاید همه ندونیم این است که نزدیک یک یا تا دو سال طول کشید قبل از اینکه بهایی ها به فکر تأسیس مؤسسه علمی آزاد بیفتن، و در این مدت شما نمیدونید چقدر احبا و جامعه به مسئولین امور، به مسئولین امور جمهوری اسلامی مراجعه کردند تا اینها رو قانع بکنند که این کار کار درستی نیست، نه مطابق قوانین اسلام هست، نه مطابق قوانین بین‌المللی هست و نه برای ایران خوبه، نه برای شما، نه برای ما. ولی تا اواسط دهه 80 ثابت شد که هیچ کسی نیست که به این حرفها گوش بده و مسجل شد که جوانان بهائی ایرانی نخواهند تونست به دانشگاه برند مگر اینکه دین خودشون رو انکار بکنند. اون موقع بود که جامعه به فکر افتاد که اساتید اخراج شده و دانشجویان محروم شده رو بیارن پیش هم و در زیر زمین ها، اتاق ها، افرادی که با دادن خونه شون به برای کلاس درس فیزیک و شیمی و ریاضیات ارائه میدادن جان خودشون رو به خطر بندازن، این مؤسسه شروع میشه. ولی همون موقع هم دوستان عزیز اگر شما برید و مطالعه بکنید، هر کس دلش میخواد، ببینید که این تأسیس این مؤسسه علمی آزاد اعلان عمومی نشد. نه به خاطر اینکه می‌خواستن اینو یواشکی پشت پرده محرمانه انجام بدن، برای که نمیشه این کارو کرد. ولی به خاطر این بود که مسئولین امور تحریک نشند و این رو یه نوع مقابله به مثل، یه نوع نشانه فتح و پیروزی، نشانه اینکه دیدید نتونستید با ما کاری بکنید، اعلان نکردند. از روز اول گفتند هدف مؤسسه علمی آزاد پرورش فکری، علمی، روحانی یه جوانان بهائی است که بتونن به زندگی خودشون، به ایران عزیز و به دنیا خدمت کنن. امسال 31 سال تأسیس مؤسسه علمی آزاد است. علارغم تلاش های مختلف بر دولت که حمله کردند، وسائل رو بردند، زندان کردند، میدونید رؤسای این و گردانندگان این مؤسسه علمی آزاد 5 سال زندان کشیدند. چرا؟ برای اینکه چرا شما جوانانی رو که ما محروم کردیم شما فیزیک و شیمی درسشون دادید؟ و الان هم هزاران هزار نفر از این دانشگاه فارغ التحصیل شدن و میدونید که در بیش از 90 دانشگاه دنیا این به رسمیت شناخته، یعنی مدرکش رو قبول دارن. ولی صحبتم این نیست که
بنابراین عیبی نداره که ما محروم هستیم، ما دانشگاه خودمونو داریم. هدف این است که نشون بدیم که کسب علم و دانش، پرورش قوای فکری و عقلانی وظیفه ماست و این از اون اصولی است که من هیچ وقت کامپرومایز نمی کنم، یعنی این رو به مصالحه نمیذارم، اینو بده بستون نمی کنم، نمیگم اوکی تو این کار رو کردی منم اون کار رو برات میکنم، به روش خودمون ادامه. حالا من خیلی خوشحالم که از قرار با چند نفر از دانشجوها رو خواهیم شنید، ولی و میدونید در زمینه‌های دیگه هم هست. من فقط به یک یا دو تا قصه براتون خاتمه میدم که میدونم که تمرکز بیشترمون روی بیه خواهد بود. اگر شما مثلا دولت اصرار زیادی داره به این که تشکیلات بهائی رو غیرقانونی اعلام بکنه، هدفشون هم این است که از این طریق بهائی ها روحیشون ضعیف بشه و جامعه پویایی خودش رو از دست بده. اصرار دارن در این که مانع معاشرت های اجتماعی بهائیان و غیر بهائیان بشه به اسم این که شما تبلیغ میکنید و امثال هم. ولی الحمدلله بدون این که این حالت پیروزنمایی داشته باشه در هیچ کدوم از این زمینه ها واقعا به نتیجه نرسیدن. 10 سال بعد از اینکه یا 12 سال بعد از اینکه یاران غیر قانونی اعلان شدن، الان جامعه بهائی ایران بسیار، من حتی میتونم بگم پویایش بیشتر از سابقا شده. چرا؟ برای اینکه در تعالیم حضرت بهاءالله مشورت هست. اون یک گروه مشورت بود، حالا که نیست، هر کس میخواد هر کار بکنه با یک گروه کوچک خودش مشورت میکنه. این یه اصولیست، یه طرز زندگیست که حضرت بهاءالله معید دادن. و برای اینکه سعی وقتی دیدن تشکیلاتی در ایران نیست که باش کاری بکنن، سعی کردن یه فاصله بندازن بین بهائی ها و بیت العظم که الحمدلله در اون هم البته هیچ موفقیتی نداشتن. نمیخوام بگم شکست خوردن، ولی خوردن. یه قصه براتون بگم که شاید لب مطلب رو ادا بکنه. بعضی اینو در یک کنفرانس دیگه در پارسال عرض کرده بودم، شنیدید. میدونید این وقتی بهایی ها رو در زندان بازجویی میکنند، گویا این احبای مظلوم سعی میکنند همیشه یک فلسفه روحانی اقدامات خودشون رو تعریف بکنند که این بازجو بفهمه که واقعا این منظور بدی نداره، این نه تنها امنیت و مملکت رو به هم نمیزنه، اصلا در سیاست دخالت نداره. و اونطور که اخبار به گوش ماها میرسه، اکثرا هم از جایی که این ملت عزیز و شریف ایران قلب پاکی دارن، این بازجوها تحت تاثیر این توضیحات بهائی ها قرار میگیرن و با خودشون میگن خب این بیچاره که تقصیری نداره، ولی برای که نونشون در بیاره مجبورن علال حساب بزنن و شکنجه بدن. بنابراین به اینا دستور داده میشه که به بهائی ها، مثلا نمونه از این که عرض کردم این بود که میگفتن یکی از جوانان بهائی رو که به کلاس های درس اخلاق بچه ها درس میداده، این رو داشتن تحت شکنجه قرار میداد. این گفته بذارید من فلسفه تربیت روحانی بچه ها رو براتون توضیح بدم. وقتی که این توضیح میده، این بازجو میپرسه میگه پس من بچه‌مو کجا بفرستم تو این کلاس ها؟ یعنی این خطرم هست برای مسئولی. بنابراین به این بازجوها دستور میدن که شما از این به بعد به بهائی ها اجازه ندید براتون توضیح بدن. فقط ازشون سوال بکنید بله یا خیر، اینطوری باید جواب بدید. سو این بیچاره بازجو میاد به یکی از بهائیان میگه من برای شما 2 تا سوال دارم، ولی حق توضیح نداری، فقط جواب باید بگی بله یا نه. بهائیان میگه بسیار خوب، چاره هم نداشته، میگه که 2 تا سوال من این است که آیا تو بهائی هستی؟
و آیا از دستورات بیت العدلتون اطاعت میکنی یا خیر؟ این بهایی هم یکم فکر میکنه، میگه جواب هر دوتا سوالت نه. باز جوه تعجب میکنه، میگه چطور؟ میگه پس میخوای توضیح بدم؟ اینم علی رغم دستور از بالا میگه بله لطفاً توضیح بده. میگه من در تمام زندگی همیشه سعی کردم بهایی باشم. اون وظایفی رو که حضرت بهاءالله به من گفتن خیلی سنگینه. من سعی میکنم باشم ولی هیچ وقت خودم رو لایق ندیدم که بگم من بهاییم. پس نه نیستم. و اما برای اطاعت از دستورات بیت العدل، اگر من به دستورات بیت العدل عامل بودم تو الان باید بهایی بودی. بله آخر یک داستان دیگه میتونم بگم؟ دیگه خانم داستان دیگه هم این که خیلی اینها اصرار دارن که بهایی ها واقعا روابط اجتماعی با غیر بهایی ها در ایران نداشته باشن. و اینم آخه ببینید این چه بی انصافی است. این یکی از ناعقلانه ترین انتظارات است که اینها دارن. احبا هم البته خیلی رعایت حکمت و قوانین و شرایط اجتماعی رو میکنن، ولی هیچ وقت به کسی اجازه نمیدن که کسی زندگیشون رو از این نظر کنترل بکنه. و داستان‌های خیلی مفصلی هست که چطور احبا واقعا در شرایط سعی میکنن در شرایط طبیعی البته ولی در جزوی از حیات اطراف خودشون باشن. یه روزی یک قصه رو شنیدیم که گفتن یکی از معمم‌ها، یکی از روحانیون در اون خطبه خودش از روی منبر این قصه رو برای بقیه تعریف کرد. گفته بود که من یه موقع متوجه شدم که یه شخصی به اسم، حالا این اسامی رو که میبرم واقعی نیست، گفت که یک دیدم که یه شخصی به اسم اصغر آقا، منظورش یه اسم اسلامی بود، این اصغر آقایی که مرتب میاد توی خطبه من گوش بده دیگه پیداش نیست. و چون فکر میکردم این خیلی شخص مسلمان خوبی هست، از یکی از دوستاش پرسیدم، گفت چه خبره از این اصغر آقا؟ گفت والا منم خبر ندارم. گفت میتونی ببینی کجاستین؟ این دوستم میره و دنبالش میگرده و یه موقعی که تو خیابون میبینتش میگه اصغر آقا. اینم میگه دیگه اسم اصغر آقا، من اسمم اصغر نیست، من اسمم رو گذاشتم کیومرث. چطور شد؟ میگه که یه روزی یادت میاد که یه روزی من و شما و همون جناب آخوند داشتیم سفر میکردیم و تو جاده ماشینمون بنزینش تمام شد و کنار خیابون مجبور شدیم کنار جاده وایستیم؟ میگه بله. میگه یادت میاد چند تا ماشین رد شدن و ما سعی کردیم نگرشون داریم که ازشون بنزین بگیریم و هیچ کدوم اعتنا نکردن رفتن؟ میگه بله. میگه یادت میاد یه خانومی که چون خانم بود ما ازش تقاضام نکردیم، خودش وقتی وایستاد گفت چه مشکلی دارید و ما بهش گفتیم بنزین نداریم، آمد پایین و به ما کمک کرد و بنزین داد و وقتی خواستیم من بهش پول بدیم قبول نکرد؟ میگه آره. میگه من خیلی تحت تاثیر این کار قرار گرفتم و تصمیم گرفتم ببینم این کیه، و وقتی که تحقیق کردم دیدم این بهاییه. بنابراین من دنبال این مسئله رو گرفتم که چطور یه نفر اینقدر با بقیه فرق داشت و من بهایی شدم، دیگه نمیام پیشم. حالا ببینید این قصه رو یه جور میشه تفسیر کرد از اینکه خب این افراد بهایی سعی میکنن هر کدوم به نوبه خود، این من به عنوان تعریف از بهایی نگفتم، ولی به عنوان که سعی دارن میکنن که با تمام محدودیت ها جزئی از حیات اجتماع خودشون باشه.
ولی ذکر این بالای منبر به بقیه دلیل شما از خودم نمی تراشم. موارد دیگری است که ذکر می کنم که شما از این بهایی ها در با حذر باشید، دوری کنید، چون می خوان با آدم بهتری بودن شما رو تبلیغ کنند. اینها و هزاران قصه های دیگه که میشه گفت دوستان عزیز نمونه هایی است از این استقامت سازنده. و اهمیت این برای بهائی ها این است که روش با فکر اینها همه به هم ربط داره. ما نمیتونیم ایده های عالی داشته باشیم ولی روشمون باهاش مطابقت نداشته باشیم. و همینطور که عرض کردم میخوام اینو تکرار کنم، با احترام قلبی کامل به دیگر روش ها، در یه پیامی بیت العظم وقتی عدم دخالت بهائیان در سیاست حزبی رو تاکید میکنن، میفرمان بهائی دنیا باید بدونه که بهائی ها احترام عمیقی هم به اون کسانی داره که با خلوص نیت از طریق سیاست و سیاست حزبی میخوان به پیشرفت بشر کمک بکنن. سو مسئله اون نیست، مسئله این است که به درک بهائی ها این انسجام بین روش و هدف یه چیزی است که لازمه و دارن یاد میگیرن. از اینکه من تونستم این رو اینجا قبل از اینکه به این میز گردی که با چند نفر از فارغ التحصیلان بیه هست به من این لطف کردید خانم، خیلی ممنون هستم. قربان شما.